بینندگان عزیز با سلام به شما و با این امید که اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه، طبق معمول هر هفته روزهای جمعه کانون آوا تقدیم میکند آوای جدا شدگان و منتقدین از سازمان مجاهدین یا به قولی فرقه مجاهدین. خیلی خوشحالم که بار دیگه با آقای ادوارد ترمادو هستیم. ایشون قبلا هم مهمان برنامه بودن ولی در سال 2020 با ما نبودن. خیلی خوشحالم، سال نو رو بهشون تبریک میگم، گرچه در موقعیتی هستیم که با این اوضاع کرونا وقت و حال مردم خیلی خوب نیست، ولی میتونیم امیدوار باشیم که روزهای بهتری در انتظار همه ما باشه. خب اجازه بدیم من تصویر آقای ترمادورم به سیستممون بدم و اتفاقا ایشون یه فیلمی رو ساخته بودن و من ازشون پرسیدم اون فیلم رو چجوری میشه تماشا کنیم، شما دارید؟ گفتن که نه، اون امتیازشو اون کسی که فیلم رو ساخته داره. حالا امیدواریم یه جوری بتونیم اون رو هم تهیه کنیم و داستان جالبیه. اتفاقا در همین رابطه ما امروز یه فیلم به شما نشون میدیم بعد از صحبتهای ایشون، که در رابطه زندگی افرادی هست که بعد از اینکه از این فرقه جدا شدن صحبت میکنن و در اوپنینگ اون برنامه میگه که چه چیزهایی چه رازهایی نهفته است که اینها بیان بیرون و به ما بگن. من بیش از این وقتتون رو نمیگیرم. سلام مجدد، خوش آمد مجدد به آقای ادوارد ترمادو و میخوایم که یه مقداری درباره دروغگویی مجاهدین صحبت کنند و پس از اون هم راجع به تحریک مردم در دوران شیوع کرونا و الان که کرونا هست در ایران برای ایجاد آشوب. آقای ترمادو این شما و این هم دوستان بیننده و شنونده در سر تا سر جهان، بفرمایید با شما هست. خیلی ممنون. منم سلام میکنم خدمت شما آقای سوردی و همچنین بینندگان عزیزتون و مردم شریف ایران. با عرض تسلیت به خاطر از دست دادن انبوهی از مردممون در رابطه با این ویروس کرونا و ابراز همدردی با بازماندگانشون و با آرزوی سلامتی کسانی که توی این بیماری درگیر هستند و با تشکر از تمام کسانی که در راه مبارزه قدم گذاشتن تا این زنجیره رو قطع کنند، خصوصا از کادر پزشکی کشورم. من اگه اجازه بدید موضوعاتی رو که گفتید برعکسشو، یعنی اول بیایم سر این کرونا که امروز باهاش درگیر هستیم بعد بریم سر اون موضوع دیگه. ما الان توی دنیا شاهدیم که تمام دولت‌ها، تمام نهادهای حقوق بشری از مردم میخوان که رعایت بکنن ضوابطی رو که وزارت بهداشت هر کشوری یا دولتی به مردم ابلاغ میکنه و میخواد، از همین آلمان گرفته تا آمریکا تا کشورهای دیگه. ما میبینیم که برای اعمال این قوانینی که اینها میذارن هر کشوری برای خودش یک قانون داره. مثلا اینجا اگر از شهری به شهری خواستن برن یا اگر مدرک کار دستشون نباشه جریمه میشن، یا تو هندوستان نمیدونم دیدید یا نه با چوب پلیس تو خیابون میزنه و میگن که تعداد تلفاتی که با چوب زدن افتادن مردم بیشتر از تلفات کرونا تو هندوستانه که نیان از خونه بیرون. توی کشور ما هم به همین شکل دولت یا وزارت بهداشت هر نهاد دیگه به هر حال از مردم میخواد که برای اینکه این زنجیره کرونا رو تو این کشور قطع کنن، مردم از خونه نیان بیرون یا سفر نکنن یا محدودیت هایی که ایجاد میکنن رو رعایت بکنن. ببینید تو دنیا تا اونجایی که من الان دیدم و سرم توی این کامپیوتر و توی اخبارهای این طرف و اون طرف هستش، تنها تشکیلاتی که برعکس همه نهادهای دیگر از مردم کشورش میخواد که بیان بریزن تو خیابون توی این شرایط و آشوب به پا بکنن، این فرقه مجاهدین یا سازمان مجاهدین. این اسم خودشون گذاشتن یک سازمان مردمی آلترناتیوی که به قول خودشون فردا پس فردا میخواد حکومتی رو کشور اداره کنه، حکومتی رو راه اندازی بکنه یا البته در
رویاهاشون هم چه چیزی خواهند دید. اما اگر این اپوزیسیون مردمی باشه، اتفاقا به مردمش توصیه میکنه که نیاین بیرون از خونه، تو خونه بمونی و به هر حال اون چیزی هم که به عقل خودش میرسه یا با تجربه اگر داره رو به مردم میگه که کمک کار باشه. این بهانه که در حال مبارزه با نمیدونم این حکومت و اون حکومت از مردم بخواد بیان بزن تو خیابون، یه خیانت است به مردم. البته برای اینا مهم نیست، اصلا برایشون فرق نمیکنه، اشکالی برای نمیبینن تو این که این مردم بیان بزن تو خیابون، هم این کرونا همین ویروس بیشتر شیوع پیدا بکنه، خب مسلما تلفات بیشتری خواهند داد. و یا اینکه مثلا اگر بیان بیرون، نیروهای امنیتی، نیروهای انتظامی، نظامی برخورد بکنن باهاشون و خلاصه خون و خونریزی به بشه. تمام هدفشون هم همین که اینا بیان مردم رو بکشونن، تحریک کنن، بیارنشون تو خیابون، یه درگیری ایجاد بکنن و این وسط هرچی خون ریخته میشه رو ازش سوء استفاده بکنن و تبلیغ بکنن. در صورتی که واقعا ما الان داریم تو همین خارج میبینیم، آخه اپوزیسیون البته تو خارج فرق میکنه، مثلا تو آمریکا یا تو اروپا تفاوت اپوزیسیون این است که اپوزیسیونشون وحشی نیست، اپوزیسیون وحشی زنجیر بریده نیست، اینا زنجیر بریدن. اینجا هم هستن، رو همین دولت خانم مرکل اپوزیسیون داره، ولی ما ندیدیم که به مردم بگن آقا سرپیچی کنید از فرمانی که مثلا دولت مرکل میده یا وزارت بهداشت آلمان میده، بیان بریزین تو خیابون. یا اینا تازه از مردم میخوان که بیان این اطلاع، نمیدونم فکر میکنم اگه اشتباه نکنم بیانیه بود که به اسم رجبی داده بودن بیرون، مسعود رجبی، که آقا بیاین بیرون، برین از در و دیوار سپاه پاسداران برین بالا و حتی که وسایل پزشکی و لوازم پزشکیانش غارت بکنید. سپاه پاسداران هم که اونجا نمیشینه تماشاگر باشه، طبیعی است که همونی که گفتم درگیری ایجاد بشه و خون خونریزی بشه که اینا بتونن سوار این موج بشن. حالا امروز روز ارتش هم هست، روز 29 روز ارتش هم هستش. من یادم افتاد که اینها از ارتش ایران هم خواستن که هم پادگان‌ها رو ترک کنید هم با خودتون سلاح بیارید. انگاری که این سلاح و تسلیحات مثل این میوه فروشایی که دم در میچینن، میوهاشون رو دم در میچینن، چیدن دم در که هر کی میخواد بیاد بیرون یکی هم ورداره و بیاره. شما ببینید اینها چجوری دارن تنظیم میکنن. ارتش اونم چرا الان بند کردن به ارتش؟ برای اینکه ارتش تا حالا سرصداش نبود، اصلا اسمی ازش نبود، هر مسئله هر موضوعی پیش میومد سپاه پاسداران اسمش میافتاد روی آنتنها. الان اسم ارتش، چون محض اینکه گفتن ارتش وارد شده توی این مبارزه به کمک ما بقیه نیروها، اینا زود چسبیدن به ارتش، ببینن از این چیزی در میاد از توش، که از ارتش هم میخوان سلاح هم بدزدن و بیارن بیرون. ببینید دقیقا اینها هنوز در سال 57 دارن زندگی میکنن، هنوز فکر میکنن که ایران همون ایران سال 57، ارتش همون ارتشیست که نمیدونم از حکومت شاه دست کشیده باز هم بستگی کرد، یا نمیدونم مثلا تا یه چیزی از خارج به اینا بگرد قول و ولا برشون میداره میدونم میان طرف اینا. البته یه چیز خوبی هم داشت، نتیجه خوبی هم داشت که اینا متوجه شدن که ارتش اصلا به حرف اینا گوش نمی کنه. البته که لازمه تأکید بکنیم که تا امروز ملت ایران هم برای اینا هیچ گونه ارزش قائل نشدن و تره برای اینا خورد نکرد. و موضوع دیگه ای که ببینید ما امروز داریم تو اخبار دنیا میبینیم، انگلستان با شدیدترین کمبود لوازم پزشکی مواجه است، آمریکا همینجور، که آمریکا حتی دست به دزدی دریایی هم زد، ماسکایی که سوئد فرستاده بود برای ایتالیا و اسپانیا تو فرانسه قاپولیش کرد، 2 میلیون بود 1 میلیونش به زور برد برای خودش،
یه میلیونش هم با شکایت دولت سوئد پس داد. یا تو کره جنوبی که سری کشتی رو خم کرد به سمت آمریکا. انگلستان که لباس‌های ضد کرونایی ندارن دارن از کیسه‌های زباله استفاده می‌کنن. الحمدلله امروز شکر خدا کشور ما علارغم تحریم‌های ظالمانه‌ای که آمریکا بسته بهش و مجاهدین هم در پی سفت و سخت کردنش تلاش و کوشش می‌کنن، با همچین شرایطی ما مواجه نشدیم. نه هنوز جایی من نخوندم که فرض بگیرید دست به دزدی ماسک بزن یا اون چیزای دستگاه های تنفسی. ببینید مجاهدین توی این 40 سال اگر دقت کرده باشید مروری بکنید متوجه میشید که هر مسئله که توی ایران پیش اومده برای مردم ایران از مسئله طبیعی، زلزله، نمیدونم سیل، هر چیزی که پیش اومده، این تحریم هایی که آمریکا وضع کرده، تمام توی این موقعیت ها یا تو جنگ 8 ساله ایران و عراق، تو تمام این موقعیت ها اینا تو زمین دشمن توپ زدن و بر علیه ملت ایران قدم برداشتن. خب مردم نه کرن نه کور، مردم سطح آگاهیشون هم ماشاءالله اینقدر زیاده که حالیشونه و میفهمن و به همین دلیل هم تو هر شلوغ بلوغی هم که شده در درون توی این چند سال ما شاهد بودیم، یک نفر اسم اینا رو نیاورد، هیچ جایی اسم اینا نبود، به غیر از این که اینا بیان وقتی میبینن اینجوریست میان علم میکنن ما کانونهای شورشی در درون کشور داریم، که این هم دروغ محض. من یک بار نوشتم کانونهای شورشی اینها، یک موقع اینا میگفتن من تو اشرف بودم، اینا میگفتن ستاد داخله اطلاعیه داد، اطلاعیه ستاد داخله. من خودم شخصا اونجا فکر میکردم که واقعا یک ایکیپی توی ایران هستن، این کارا رو اینها نظارت میکنن بعد اطلاعیه میدن. بعد متوجه شدیم نه آقا، این ستاد تو همون اشرفه، اصلا هم چیزی نیست، عین همین جریان الان این نیروهای شورشی و نمیدونم اینا، هیچ کدومش موضوعیت نداره در درون ایران. تنها چیزی که اینها با پدر سوخته بازی دارن انجام میدن 2000 دستگاه کامپیوتری است که خریدن ریختن توی آلبانی دست این آدمایی که اون تو هستن و دارن سمپاشی میکنن از طریق فضای مجازی برای شورش و تحریک و به هم ریختن اوضاع و وضعیت مردم. این تو بحثه که گفتیم که مجاهدین، ببینید من اولین دروغی که از این سازمان شنیدم، اولین دروغشون من زمانی بود که در کمپ اسرای ایرانی در عراق بودیم و اینها یک تلویزیون، یک برنامه تلویزیونی داشت عراق، بخش فارسی، 20 دقیقش در اوائل که شروع شده بود برنامه مجاهدین، 20 دقیقش به مجاهدین تعلق داشت که تماشای این برنامه هم اجباری بود، یعنی کسی حق تعویض کانال نداشت، باید حتما این برنامه مجاهدین رو. من خودم که اونجا با این آشنا شدم و دقیقا یادم میاد که همیشه تبلیغ میکردن و از اسرا میخواستن که بیان بپیوندن به سازمان مجاهدین در ارتش آزادی بخش ملی ایران، و تبلیغشون هم این شکلی بود که شما بیاین بپیوندین، اگر از مناسبات ما خوشتون نیومد به هر جایی که میخواین برید سازمان مجاهدین کمکتون میکنه. این اولین دروغی که ما با باورمون هم میشد. وقتی رسیدیم توی اشرف و یه مدتی گذشت از موندنمون تو، دقیقا در تاریخ 23 خرداد 68 موارد برای اشرف شد. یه مدتی که گذشت بعد از این جریان عملیات مروارید و جریان اون کشت و کشتار کردهای عراقی، بعد متوجه شدیم که این دروغه، چون میگفتن که در سازمان ورودیش خیلی سفت و سخته، نمیشه به این مفتی اومد تو، و همیشه هم یه منتی هم آقای رجبی میذاره سر ما که ورود به سازمان، ورود به ارتش خیلی سخته ولی ما به سهولت شما رو برداشتم و بردم اینجا، این مهنتی میذاشت، اما خروجش بسیار آسان.
ولی ما دقیقا دیدیم که برعکسه، ورود خیلی ساده است با هزار حقه بازی و کلک بازی. من دیروز داشتم یک متن رو میخوندم از یکی نوشته بود که اینو چجوری فریبش دادن و بردنش ترکیه، از ترکیه آوردنش به عنوان این که تو کارخانه سنگ کار بکنی، ورش داشتن آوردن تو عراق، انداختنش تو ارشک و دیگه هم خروجی تا طرف تونسته بعد تو این جریانهایی که این آخری اتفاق افتاد و آمریکایی ها اینا تونسته از این طریق فرار بکن. شاید یه دهی بگن که نه این حرفایی که اینا می نویسن، ولی نه واقعیت داره. کسایی این رو حس میکنن و احساس میکنن که در درون این تشکیلات بوده باشن، واقعا تشکیلات بوده باشن و بدونن که چه زجری میکشه آدم. این اولین دروغشون که من اونجا ثابت شد. ببینید اگر یه نگاهی بکنیم به اصلا به شکل و قیافه این سازمان هم تشکیلاتش، متوجه میشیم که همه حرفایی که اینا زدن دروغ. بذارید من چیزی بگم. وقتی که آقای رجوی اعلام کرد که خانم مریم رجوی رئیس جمهور موقت شورای ملی مقاومته، داستانش از این قرار بود که بعد از اینکه به محض تصدی ریاست جمهوری در ایران، خانم رجوی از کلیه مسئولیت‌های سازمانی خود استعفا خواهد داد، پس از تصویب قانون اساسی جدید، یعنی بعد وقتی که انتخابات شد و چی شد، خانم میرن کنار و بعد از مجلس مؤسسان و قانونگذاری انتخابات ریاست جمهوری جدید. این یکی از دروغای گنده شونه که بعدها، خب ما خودمون هم اول باور مون، بعدها توی یکی از نشستهای درونی آقای رجوی هم خیلی راحت گفت کدوم انتخابات، کدوم ریاست جمهوری، رئیس جمهور همینه که هست تا آخرش، یعنی تا زمان که این خانم زنده است رئیس جمهور تحمیلی است و بعدش هم که به همین شکلی که یه نفر رو آورد سر کار رئیس جمهور مادام رو، یکی دیگه هم بعد این باید بیاد سر کار رو رسو بشه ایرسی شاهنشاهی، این فرق نمی کنه، این ایرسی برسه بشه. دروغایی هم که میخوام بهش اشاره بکنم، ببینید تمام این قوانینی که اینها در شوراشون تصویب کردن به عنوان اساسنامه شورا که فردا پس فردا بیان توی ایران ساری جاری بکنن، دونه دونش را که بخواهم نگاه بکنی دروغه. نمیدونم من آجاز کرده بودم آقای احترامادو، اجازه بدید تا شما اینو پیدا میکنید ما از دوستان تشکر کنیم. شما به یک نکته اشاره کردین خیلی جالبه. من قبل از برنامه داشتم فکر میکردم خب امروز که 29 فروردینه توی تاریخ ایران چی هست؟ حقیقت با 29 اسفند که روز نفت و اینا هست اشتباه کردم و ممنونم که شما این رو گفتید. ضمناً دوستان آقای موثقی میگن که امروز روز ارتش هست، آقای ترمودو از سربازان خط مقدم جنگ بودن برای دفاع از خاک و ناموس ایران و ایرانی که مجروح شدن و اسیر دست مجاهدین. ما به عنوان من شخصا به عنوان یه ایرانی از شما و دیگر جوانانی که رفتند اون موقع 8 سال با دست خالی با تمام این ابرقدرت ها و کمک هاشون جنگیدن و 1 متر مربع یا 1 سانتی متر رو هم از دست ندادن تشکر میکنم. از شما دوستان بیشتر تشکر میکنم که آمدید بعد از جدا شدن این فرقه رو برای من و دیگران افشا کردید. از این بابت از شما ممنونم. دوستان دیگه هم اینجا هستن، به شما سلام میکنم، من هم به اونا سلام میکنم. آقای روحی میگه که تو دنیای مجازی سایت هایش و زیر مجموعهاش تو بوق و کرنا کردن که تعدادی سوء قصد ترور مریم رجوی را داشتن. خیلی خنده داره، همه تو قرنطینه هستن، چطور سوء قصد میتونه انجام بشه؟ و ایشون یا یکی دیگه از دوستان لینک اون خبر رو هم فرستادن، من ممنون و متشکرم. باز آقای موثقی نوشتن که فرقه رجوی در هیچ شرایط دلسوز مردم نبود و نخواهد بود. نمونه بارز این ضد مردمی بودن این فرقه همین آقای ترمادو چندین سال اسیر دولت عراق بودن و بعد هم
با زد و بند دولت عراق این اسیران را خریدند و به اردوگاه مرگ فرقه آوردند و شروع کردند به این اسیران تهمت زدن. یعنی حقیقتا شرایط شماها از همه بدتر بوده، چون اونجا میدونم که به شما میگفتن اردوگاهی یا یه جورایی به قول معروف توهین حتی دیگران، اون اعضای دیگه. خب من ممنونم از شما، ممنونم از دوستان. اگه دوستان لطف کنن این برنامه رو با دوستان خودشون شیر کنن، حتی در موقعی که برنامه زنده نیست، ما بسیار ممنون و متشکر هستیم. ضمناً همینجا یادآوری میکنم اگه مایل هستید در برنامه کانون آوا شرکت کنید، لطفاً مستقیم با کانون آوا تماس بگیرید و آقای محمد کرمی و دیگر دوستان هم روی فیسبوک هستن، اونها هم میتونن به شما کمک کنن. آقا خیلی ممنون، ببخشید من صحبت کردم وسط حرفای شما و میکروفون در اختیار شماست، بفرمایید. بعد اجازه بدید که همین امروز رو که روز ارتش هست هم تبریک بگم به ارتش، هم تسلیت بگم به خاطر اینکه امروز من خوندم 104 نفر فکر کنم یا 114 نفر از پرسنل ارتش مبتلا شدن به ویروس کرونا و 3 نفر هم متاسفانه فوت کردن. این که شما میگید ما به هر حال سرباز بودیم، وظیفه‌مون بوده از کشورمون دفاع بکنیم و کردیم، حالا به هر حال نتونستیم یا نشد یا به هر ترتیب صحنه جنگ طوری بود که زخمی شدم و اسیر شدم. یاد تمام بچه‌هایی که در دفاع جونشون رو گذاشتن به خیر و امیدوارم که همه ما قدرشون رو بدونیم. اما اگه برگردیم سر بحثمون، ببینید اینا اساسنامه‌ای که نوشتن من به چند تاش اشاره میکنم. یکیش آزادی انتخاب پوششه، آزادی انتخاب پوشش، یعنی هر کسی هر شکلی که دلش بخواد لباس بپوشه. این همین اروپایی که ما الان توش داریم زندگی میکنیم و میبینیم مردم یکی نمیدونم کوتاه میپوشه، یکی جینز میپوشه، یکی بلند میپوشه، یکی مسلمون سرشو میپوشونه یا نمیدونم به هر شکل هر جور که دلشون میخواد. این یعنی آزادی. اما میخوام ببینیم تو سازمان مجاهدین هم آزادی پوشش هست، خارج از این که اینا بیان بهانه کنن بگن نه خیر ما مجاهد خلقیم، ایده و عقیده اون این هستش که روسری سرم بکن. قبول، من این حرف رو قبول، من این حرف رو قبول. منتها یه بحثی هست، یه چند توی یکی از نشست ها یک خانومی که مارکسیست بود ایشون بلند شدن و در جمع 3000-4000 نفر که اونجا بودیم موقع روی آقای مسعود رجعی تو نشستش گفتن که برادر مسعود من مجاهد نیستم، مارکسیست هستم، نمیخوام روسری سرم کنم. تو هم قرارگاه باقرزاده یک بحثی این آقا را انداخت که از امشب که این سوال و این خانم مطرح کردن امشب شروع شد تا فردا شب. حالا اون وسط مثلا هر چند ساعتی یه نیم ساعتی یک ساعتی استراحت میدادن میرفتیم اومدیم، ولی تا فردا شب این بحث طول کشید. هرچی تونست در مورد حجاب گفت و گفت و پس گفت و گفت و پس گفت، آخرم بعد آخر گفت که خواهر قانع شدی؟ گفت نه خیر. گفت که پس روسری فرم نظامیست. یعنی ببینید از چه شیوهی وارد میشه، روسری فرم نظامیست. یک فیلم کمدی بود واقعا. من همونجا تو ذهنم زد که خب اگر روسری باشه، ما میگیم که خب فرمانده کل دستور دادن روسری فرم نظامیست باشه، همجا خندن گرفت. او اگه فرم نظامیست چرا کلاه برای برادرها فرم نظامی اجبار نیست؟ چون ما کلاه نمیذاشتیم سرمون. ارتش مجاهدین کلاه سرش نمیذاشت، کلاه فقط در صبحگاه بود، صبحگاه تموم میشد پرتش بیاریم تو آسایشگاه رو سر کارمون. شبیش که کلاه سرش نبود از گرمای 60 درجه عراق کسی کلاه نمیذاشت بذاره سرش، ولی تمام اون میریخت. ولی خواهرها خانوما باید حتما روسری سرشون میکردن. پس این یکی از دروغاشون. اگر شما واقعا
معتقد هستید به اینی که خودتون نوشین آزادی انتخاب پوشش، پس این خانمایی که اونجا چپ بودن، نمیدونم مسلمون نبودن یا هرچی، مثلا دین نداشتن، ایده و عقیده نداشتن، پس اینا رو چرا آزاد نمیذاشتید این بنده خدا ها؟ فکر میکردن که مثلا این برادرها به حمله میکنن بهشون، اگه بنا بود حمله کنن با همون روسری هم حمله میکنن، چه فرقی میکنه؟ یکیش برابری در خانواده. یک حرف مزخرفی از دهن اینا در میاد اسم کلمه خانواده است که نه عقیده دارن بهش، نه براش ارزش قائلن. و اولا دیدیم که چجوری پکوندن پاشوندن خانواده ها رو در سال 68-69 توی قرارگاه اشرف. اون گوشه اونجا یه اسکانی بود که خانواده بودن، به هر حال هفته یک روز میتونستن برن اونجا دور هم جمع بشن با بچه هاشون یا بچه شون هم. و یک خانواده به هر حال احساس گرمی خانواده بکنن. ولی سیاست های آقای رجوی برای این که اینها رو بتونه خوب تو مشت خودش نگه داره و تحت استثمار قرار بده، خانواده ها رو ترکون. اگر ما بخوایم بگیم که خب این مثلا همون حرفی که خودش میزنه رو بخوایم باورم بکنیم، همون حرف خودش که میگفت با داشتن فرض بگیرید خانواده، حواستون به خانواده است و نمیتونید مبارزه بکنید باشه، که البته که قابل قبول نیست، چون احزاب و سازمانهای خیلی زیادی در دنیا هستن که خانواده دارن و چجوری کارشون رو پیش میبرن. یا فرض بگیرید حزب دموکرات کردستان ایران چجوری، یا اون اصلا احزاب دیگر در کشورهای همه همسایه های خود. اما ما میایم جلوتر میبینیم که توی این جریان های آخری که تو جلوی قرارگاه اشرف اتفاق افتاد، خانواده یه شد چی؟ شد الدنگ. اینا من وسط پرانتز بگم که رجوی همیشه تو نشست ها میگفت احسن بر اون پدر و مادری که شما رو پرورش داد، شما رو در دامنش پرورش داد و امروز شدید بی بدیل، به پرسنلش میگو. خب همون پدر و مادری که این بی بدیل رو پرورش دادن، یه مدتی بعد جلو در قرارگاه اشرف شدن الدرد، شدن مزدور، دستور دادن با سنگ و پلخمون و نمیدونم آهنهای دولبه تیز جوش کرده بزنید با تیرکمون تو سر و صورتشون. پس برابری در خانواده، اصلا ما با برابریش کاری نداریم، مثلا کلمه خانواده رو حق ندارن اینها استفاده بکنن. اگر اینها احترام میذاشتن به خانواده و شعور داشتن، اولا خانواده رو از هم نمیپاشوندن، این همه بچه رو نمیگرفتن از چنگ خانواده ها بفرستن اروپا و آمریکا، که بعد دوباره اینها وقتی کمی بزرگ شدن با دروغ و عقده بازی کشوندنشون تو اشرف، تعدادشون رو به کشتن دادن. یه دیشون هم که من موقعی که تازه اومده بودم اینجا دو اروپا، یکی از بچه هایی که اینجا باهاش برخورد کردیم ما رو برداشت بود یه جایی نشون داد، گفت نگاه بکنید چند تا از بچه های مجاهدین تو این دیسکوتک هایی دخترهای جوان، ببینید چه خبر. بچه های کوچولویی که اون موقع تو قرارگاه اشرف می اومدن پیش ماها عصرهای پنجشنبه، گفتن امو امو، باشون مشغولشون میکردیم، بازی میکردیم باهاشون، میبردیمشون تو سالن فیلم سینمایی نگاه کنن یا نمیدونم. این بچه های کوچولو اینجا توی این دیسکوتک ها با چه شرایطی. یک مورد دیگه منع خشونت. منع خشونت منظورشون فکر کنم منع خشونت در خانواده است. آیا شما خیلی تشکیلاتتون نرم و همچین آرامش بوده توش که منع خشونت اینجا نوشتید، یا شما تو اون بازداشتگاهاتون نمیزدی چک و چونه معترضی لوله ورده میکردی؟ شما اصلا از ابتدای تشکیلتون خشونت همراهتون یدک کشیدید و آوردید، چجور میتونید بگید منع خشونت؟ این چیزی که اصلا از مجاهدین انتظار نباید داشته باشید همین. یک سازمان است خشن، یک سازمانی است که از ابتدا با خشونت طی کرده و طی خواهد کرد.
الان اگر میبینید یه گوشه ای افتادن، دو دلیل داره. یکی اینکه سن و سالشون دیگه قد نمیده به این خشونت و آرتیست بازی هایی که قبلا میکردن، یکی هم اینکه زمینه شو ندارن. یعنی همین الان به همین ها میدان بدیم، دوباره همون میشن که تو قرارگاه اشرف بودن. همین الان هم من میتونم قسم بخورم توی تیرانا، توی اون کمپ منز، اگر کسی اعتراض بکنه میبرن چپ و راستش میکنن. من شاهد بودم اون موقعی که ایران با موشک میزد قرارگاه اشرف رو، ما پراکنده شده بودیم توی بیابونهای اطراف قرارگاه اشرف. تابستون بود، خیلی گرم بود، یه چادر بزرگی زده بودن برای سایه بود، یه میز و صندلی زیرش بود که نشستهای کثافت عملیات جاری و این مسخره بازی شده زیر این چادر میذاشتن. ما یک نفری اونجا داشتیم به اسم حسن مصفا. این بیچاره بیماری پا داشت، پاهاش برم کرده بود و خیلی کند حرکت میکرد، به طوری که بچه ها براش جوک ساخته بودن. وقتی شبا می نشستیم توی نشست، مسئول نشست میگفت پس حسن کو؟ یکی میگفت بیسیم زده گفته دارم میام، برای اینکه خیلی یواش راه نمیتونست راه بیاد. این بنده خدا حالا به هر دلیلی بابا جان مشکل داشت با این، اصلا اکثر این برای بچه ها اونجا با این تشکیلات مشکل، یعنی چی بود که باش مشکل نداشته باشه؟ مشکل داشت. یه روز من ساعت 2 بعد از ظهر بود، بچه ها رو جمع کردن زیر این چادر، این حسن مصفر هم آوردن، یک جنایتکاری به نام قدرت، قدرت حیدری همه میشناسنش. بخوام نشمرده بگم شاید 50-60 کشیده زد به گوشه این بدبخت بیچاره، 50-60 زد به گوشه این. بعد دیگه داشت روی پاش نمیتونست وایسه، خب وزنش سنگین هم بود نمیافتاد، اگر وزنش سبک بود میافتاد. این یعنی خشونت. مجاهدین حق ندارن چیزی به غیر از خشونت اسم ببرن، دروغ دارن میگن، دروغ گوهن. منع بهره کشی جنسی، منع بهره کشی جنسی خیلی جالبه. ببینید من بذارید اینجا بگم، من تا امروز که اینجا نشستم چیزهایی رو که دیدم بیان کردم واقعا، یعنی چیزی رو که من ندیدم در سازمان و در تشکیلات هیچ وقت نمیام بگم. و گفته یکی دیگه رو بدون آگاهی تایید بکنم، اون چیزهایی که من دیدم تو سازمان همیشه گفتم و نوشتم و پام هم از این خط بیرون نمیذارم. یعنی میخوام بگم که خوشم نمیاد از این که برای این که حالا توی این خط داریم با این سازمان افشاگری میکنیم، بذار 4 تا دروغ هم، نه من اصلا هم تو این فضا نبودم و نیستم، ولی حالا میتونم بگم این خانومایی که از اونجا اومدن بیرون و مسائل روابط رقص رهایی و نمیدونم این مسائل رو اومدن افشا کردن، اگر واقعیست که این بهره کشی جنسی دیگه به چی میگن؟ مگه غیر از اینه؟ ببینید دونه دونه واژه هایی که به کار بردن خودشون در درونش عکسش عمل میکنن. وقتی شما نتونی و چرا اینایی که نوشتن و چرا نمیتونن خودشون در درون خودشون عمل کنن؟ چون اعتقاد ندارن بهش. بذارید من چیزی رو بگم، مجاهدین میگن جمهوری دموکراتیک اسلامی ایران، یه دموکراتیک بهش اضافه کردن، جمهوری دموکراتیک اسلامی ایران. اول میخوام من یه سوال ازشون دارم، بیان لطف کنن بگن دموکراسی منظورشون از دموکراسی چیست؟ اگر دموکراسی دارن که خودشون نوشتن بیان بگن ما بدونم، همه هم بدونم، حق همش که بدونم. اگر نه دموکراسی همین دموکراسی است که ما تا توش داریم زندگی میکنیم تو غرب، که اساساً به عمل کرده که سازمان در درون داره نمیخونه، نمیخوره بهش. و در ضمن وقتی که یک سیستم دارای ایدئولوژی باشه، این ایدئولوژی با دموکراسی فاصله داره و نمیتونه، به هیچ عنوان نمیتونه. این همه که دروغای بزرگشون. وقتی که
ببینید شوروی، اتحاد جماهیر شوروی رو میگم، یک ایدئولوژی سوسیالیستی، یک چارچوبی داشت، این چارچوب اجازه نمیداد که این دموکراسی توش رشد کنه. پس ایدئولوژی هر چی میخواد باشه، بعد بگیرید ایدئولوژی نمیدونم مثلا اون دوره‌ای که این پاپا اینجا حکومت میکردن، چارچوبی داشتن برای خودشون که با این مسائل امروز مخالف بود و ضد بود. در ذهن خانم رجوی و آقای رجوی کسانی هستند که به این اروپا و کشورهای اروپایی و آمریکا میگفتن بلاد کفر. هیچ وقت هیچ جا واژه‌ای از نمیدونم خارج کشور استفاده نمیکردن تو نشستا. اعضاشون هم همینطور وقتی بلند میشدن میمدن پشت بلندگو با رجوی صحبت کنن، میگفت برادر اون موقعی که ما در بلاد کفر بودیم، همین جایی که ما الان نشستیم و همین جایی که خودشون تشریف دارن و بلاد کفر. این از تعصبات خودشون و همین چارچوب اسلامی بودنشون هم هیچ وقت اجازه نمیده که این دموکراسی رو بپذیرن. اینایی هم که نوشتن نمیدونم آزادی ها و حقوق اساسی برابری در مقابل قانون، آزادی انتخاب پوشش، مشارکت برابر در نمیدونم چیز، اینا تمامش دموکراسی است که امروز ما اینجا شاهد، هیچ کدومشون به ربطی به اینا نداره. این هم یکی از بزرگترین گروه هایی که اینا برای شیر مالیدار سر مردم و به خاطر تصدی قدرت میگن و رواجش دادن و تبلیغش میکنن. اگر پای اینا رسید به قدرت، اگه دست اینا رسید که هیچ وقت نخواهد رسید، مطمئن باشید که دیگه پیاده کردن اینها امکان پذیر نیست. تو همینجا من اشاره بکنم که عید نوروز امسال رو من خودم دیدم، آقای رضا پهلوی میاد میگه من امسال عیدی ندارم به خاطر این جریان کرونا، ویروس کرونا، ولی تنها کسی که میاد میگه که بیان بریزین تو خیابون‌ها، بیان بریزین شلوغ کنین، بیان بریزین نمددار دیوار فلان جا برید بالا، این سازمانه. اگه بگیم اپوزیسیون، تو یه اپوزیسیون، اونم یه اپوزیسیون. ببینید چقدر موزه فرق می‌کنه، ببینید چقدر دیدگاه فرق می‌کنه. سر تا پای این سازمان از ابتدا دروغ بوده و روی دروغ و خود پایه‌گذاری شده. آقای ترمادو اجازه دهید از دوستان تشکر کنیم، چون وقتی شما صحبت میکنید خیلی از این دوستانم به اصطلاح اونجا بودن، همین شرایط رو داشتن و یادشون میاد. من همیشه گفتم یکی از دلایلی که ما باید از شما تشکر کنیم اینه که ذکر مصیبت هایی که به شما ها رفته باعث میشه که به اصطلاح این خیلی معروفه، میگن شما یه جوکی و یه لحظه خوبی رو اگر دوبار تعریف کنی دوبار نمیخندن، ولی یه ماجرای دردناکی از مریضی، بیماری، کشته شدن، زندانی اگه بگید هر دفعه شما ناراحت میشید، هر دفعه شما اشک میریزید. آقای شکری میگه که من 5 ماه در زندان بودم که بهترین دوستم هم همونجا کشته شد، که فرقه به عنوان کشته شده در عملیات به خانواده او خبر دادن. اما کجا به نفرات گفته شد شهید شده سران فرقه؟ خیلی ها را سر به نیست کردند یا دوستشان کشته شده. در صورت ایشون میگه که وقتی از زندانهای آنها گفته میشه یاد دوران زندانی خودشون میفتند. آقای مجید روحی میگن که زیر بازجویی تو زندان فرقه بودیم، شکنجگر مسعود رجایی میگو هر کی وارد اشرف بشه گوسفند میکشن، ولی برای خروج فیل باید بکشید اگه زنده از فرقه رجوی خارج شدید. چند تا از دوستان لطف کردن این برنامه ها رو شیر کردن، من از اونا تشکر میکنم. من ساکت میشم، شما به صحبتاتون ادامه بدید. بفرمایید. من آقای صحبه بگم بچه ها یا میگن، حالا هر کسی سرگذشت خودش رو داره میگه، من شاهد بودم همینطور که این حسن مصفا رو گفتم، یکی دیگر هم دیدم زده بودن زیر چشماش باد کرده بود یکی دوتا رو. خودم 4 ماه و 3 روز توی بازداشتگاهشون بودم، من کتک نخوردم ازشون. من همیشه هم اینو گفتم و تاکید کردم که از این
سازمان کتک نخوردم. البته یک جوری فریبم دادن که اون هم من یه سری در دوران اسارت حدود 300-350 تا عکس از خانوادم داشتم، اینها رو بهم ندادن و 5 تا یا 4 تا نامه داشتم از پاپ جان پل دوم، اون پاپ فقید که مستقیما خودشون برام نوشته بودن، اینا رو بهم ندادن. و آقای ابریشم چی اومد گفتم وسایلم، گفت که تو برو ما میفرستیمش دم در. اینم یه دروغ گنده از دومین مرد سازمان مجاهدین. گفتیم باشه، بهش اعتماد کردیم، اومدیم دم در، دیدیم خبری نیست. وسایل رو به این دلیل نگه داشتن که پشت عکس ها، فرض بگیرید خانواده من پشت عکس به دلیل کم بوده کاغذ نامه صلیب سرخ پشت عکس هم می نوشتن. اینها نمیتونستن بشینن 300 تا عکس رو پشتش رو نگاه بکنن، چون هم ارمنی نوشته بود به خط ارمنی هم به خط فارسی. فکر میکردن که مثلا از بچه های درون تشکیلات یه چیزهای زیر پشت این نوشته که من ببرم بیرون مثلا بدم به خانوادش یا فلان، و همین دلیل همه عکس ها اونجا پاره شد یا هر چی که ضبطش کردن. نامه های پاپ هم که مشخصه، آیا این نامه ها رو اگه من داشتم، و واقعا جدی میگم اگه این نامه ها در دست من بود، من تو کار پناهندگیم در همون دو روز اول مسئله رو توی واتیکان حل میکردم، چون من به واتیکان هم رفتم ملاقات هم کردم اونجا اون موقع دوران اون پاپ فقید، منتها نامه ها در دستم بود. اینا خیلی هم زرنگ بودن، با دروغگویی و عقبازی سر شیره مالیدن سرمون و فرستادن اون که وسایلمون رو بهمون ندن. اما ببینید تو این مدت هر کی اومده، و اون دفعه فکر میکنم شما خودتون میگفتید که سازمان مجاهدین به شما هم یه مارکی چسبونده، هر کسی بر علیه این سازمان یک کلمه واقعیت بیان بکنه، یه مارکی میخوره، یه تهمتی میخوره. این از ضعف این سازمانه. من فکر نکنه که خیلی با این کارش کار گنده‌ای داره میکنه، اتفاقا این نشان دهنده ضعف یک سازمانی است که این همه آرت و پورت بین المللی میکنه اما تحمل یک دونه انتقاد رو نداره. و واقعا هم دقیقا هم دلیلش این هستش که یعنی بین اینطوری بگم، یک تشکیلات و یک سازمان سیاسی وقتی پاسخگو نیست به رفتار و اعمالش و کردارش، نمیتونه پاسخگو باشه، میاد فقط تهمت میزنه چون چند تاش خالی، به هیچ کار دیگه ای نمیتونه بکنه در مقابل منتقدین و معترضینش، فقط میتونه تهمت بزنه به این دلیل که نمیتونه پاسخگو باشه. شما فکر نکنید سازمان مجاهدین نمیخواد بیاد بشینه صحبت، نه، سازمان مجاهدین نمیتونه بیاد بشینه با ماها صحبت بکنه، نمیتونه پاسخگو باشه، و همین دلیل هم باید در مقابل ما به هر حال یه جبهه‌ای بگیره. جبهش هم تهمته، فقط تهمت، و دستش خالی خالی. ببینید اینها اومدن تو این 40 سال، 40 سال خودشون رو گذاشتن در یک جایگاه خاصی و خودشون رو در واقع به نوعی مطلق کردن، و همین هم اتفاقا باعث شده که اینا بشن خصلت شیطانی پیدا بکنن، چون نمیتونه انسان خودشو بذاره در مطلق و رفتارش درست باشه، امکان نداره. خیلی ممنون. درباره خانم هایی که در سازمان بودند صحبت کردید و چند تا از این بانوان بعد در ویدیویی که پخش میکنیم در همین رابطه ها صحبت میکنن که به اونها چجوری اجحاف شد که هم از سازمان به اصطلاح هم از خانوادهشون جدا بشن، هم مورد سوء استفاده جنسی توسط مسعود رجوی قرار بگیرن، که من خیلی تعجب میکنم این دوستان که الان در کشورهای آزاد هستن چگونه نمیرن دنبال به اصطلاح یک مسیر قانونی که بتونن این رو، چون میدونیم دو تا چیز هست که statute of limitation یا گذر زمان شاملش نمیشه، یکیش جنایت، یکیش تجاوز جنسی،
و اینها توی داستانهاشون عملا توضیح میدن که این کار به وسیله مریم رجوی آماده شده تا مسعود رجوی از اینها استفاده جنسی کنه. البته میدونم یکی از اینها اینه که برای هر شکایتی شما باید یه وکیل داشته باشی. در سیستم های دموکراسی اروپا و آمریکا درسته که ما به دادگاه باور داریم، ولی اصلش پول هست و از اون برم پول های صدام حسین و سرمایه گذاری هایی که اینها کردن، پول های اردن، پول های عربستان سعودی دست مجاهدین، و اینکه خود مجاهدین بارها به شما گفته بودن که هر کدوم از شما 10 تا وکیل دارین، یعنی اینقدر اینها وکیل گرفتن اینور اونور و مبارزه با اینها کار مشکلیه، مگر اینکه یه وکیلی یه سازمانی پیدا بشه که این کار رو به خاطر حقوق بشر، به خاطر حقوق زنان انجام بده. من حتی پیشنهاد میکنم که این بانوان با این به اصطلاح سازمان هایی که چند سال گذشته توی دنیا راه افتاد به خاطر سوء استفاده هایی که افراد معروف مثل کارگردان ها و اینها از خانم ها کردن، با اونها هم تماس بگیرن. ولی من دیدن تماشای این فیلم رو به تمام شما دوستان پیشنهاد میکنم. خود من با وجود که این رو قبلا سالهای پیش دیده بودم، باز امروز تماشا کردم و گفتم خیلی جالبه. اول این نوشته که فقط ما موقعی میفهمیم چه خبر هست در سکت یا در فرقه که افرادی که اونجا بودن بیان و برای ما بگن، مثل همین آقای ادوارد که حتی درباره ارمنی بودن و مسلمان شدنش، اینا یکی از دوستان نوشتن که شما گفتید که اون خانم گفته من مارکسیستم نمیخوام رو سری بذارم، گفتن درباره مسلمان کردن شما هم صحبتی بشه که تو ویدیوهای قبلی هست، ولی اگه میخواین میتونید به صورت خیلی خلاصه در این مورد توضیح بدید. بفرمایید. بله، دفعه پیشم فکر میکنم یک نفر اشتباه متوجه شده بود، یعنی گفت که آقا من این آقا میشناسم، این نمیدونم شیعه شده بود چی شده بود، نه چه خبری نیست. ببینید، من مثلا دروغگویی هایی که گفتم، بذارید در سر همین اقلیت چیزام یه چیزی اشاره بکنم. ما خیلی ها میدونن که ما یکی داشتیم به اسم فیلیپ یوسفیه، از بچه های آشوری زبان مسیحی ارومیه بود که تو کمپ اسرای عراقی بود و من اونجا باهاش آشنا شدم. اونجا که البته توی خود کمپ نه، یک شب عراقی ها من آوردن بیرون که ببرن کلیسا به مناسبت عید میلاد، توی یک مینیبوسی این فیلیپ هم بود و یه چند تای دیگه هم که اینا همه بعد من اسیر شده بودن، اونجا آشنا شدیم. حالا این فیلیپ هم مثل من فریب خورد و اومد توی این سازمان مجاهدین و بعد اینها میگن. ببینید، مجاهدین همیشه دنبال نقطه ضعف فردن تشکیلات، همیشه. من اینجوری مثال بزنم، فرض بگیرید نگاه میکردن میدیدن من نوعی با چه چیزی استثمار میشم، با چه چیزی فریب میخورم. فرض بگیرید یکی رانندگی رو خیلی دوست داشت، ماشین میذاشتن در اختیارش، یکی نمیدونم وابسته بود مثلا به تانک، بفرستیدش کلاس تانک، بذارید با این را. یعنی هر کسی برای هر چیزی اول خوب بررسیش میکردن ببینن چه چیزی رو دوست داره. فرض بگیرید من خودم مثال بزنم، من یه تانکر آب داشتم، این از اول درس من بود، حساس بودم روش چون خودم اونجا مکانیک بودم، مکانیک خودرو بودم. این تانکر آبم خیلی دوست داشتم، نمیذاشتم هیچ کی بشینه پشت فرمونش، هر کیم مینشست ناراحت میشدم، سرسلام در میومد. به همین دلیلم اگر یک جایی میخواستن گوشم رو بکشن، گفتن خب تانکر آب رو تحویل بده به فلانی. یعنی میدونن حساسیت نقطه ضعف، دنباله یه همچین چیزهایی بودن. حالا تو مسائل مذهبی هم به همین شکل، این فیلیپ یوسفیه رو بردن خوب بررسیش کردن، دیدن کجاش ضعف داره، روش کار کردن، فریبش دادن، بردن
مسلمونش کردن، دینش رو عوض کردن. تو اون مسئله به من ربط نداره، مثلا توی وادی های مذهب نیستم اصلا، اصلا یک اسم مسیحی یدک میکشیم ما. ارزم بزرگ شما که آقا یه نفر اومد از بچه از اعضای شورای ملی مقاومت که خیلی به من نزدیک بود، اومد گفت که فلانی مسلمان شده. گفتم شده که شده؟ گفت نه، خیلی کار بدی کرده، اگه به دین خودش معتقد میموند خیلی بهتر بود. از اعضای شورا که عضو قدیمی قدیمی سازمانم بود. به هر حال من بعد از یه مدت توی خاکسپاری یه نفر بود، دیدم که توی اون مزار جا که قبرستانی که خاک میکردن، همین دوستمون رو دیدم که داره در حال نماز، کار نداری. این رو اول مسلمونش کردم، بعد گفتن حالا که مسلمون شدی بیا خدا عملیات. با یک گروه 10-12 نفری فرستادنشون در درون کشور عملیات، که یک هیچ کدومشون بر نگشت، مثلا جسداشون هم نگشت. حالا بگذاریم از این. یک مدت گذشت، عید میلاد مسیح بود، به من گفتن به کلیسا، میخواستم برم کلیسا، دیدم انبوی اطلاعیه و نشریه و نمیدونم عکس و فلان و ناگفته نماند. توی مزار یک تابلوی زده بودن از این بچه هایی که اونجا رفتن کشته شدن، اسامیشون بود، فیلیپ رو نوشته بودن رزمنده مسیحی ارتش شهید، رزمنده شهید مسیحی ارتش آزادی بخش ملی. خب بعدم یه سری کاغذ مغز به ما دادن که ببرم بدم به اسقف کلیسای بغداد. من وقتی نگاه کردم گفتم که این که نوشته رزمنده مسیحی شهید، گفت بله. گفتم خب این بابا که مسلمون شده و نماز میخوند، روزه میگیره، شما چرا ننوشتید مجاهد، مجاهد خلق؟ گفتند که تو به این کارا کار نداشته باش. گفتم من اینا رو نمیبرم. و بعد چی نمیبری؟ تو منافع سازمان در نظر بگیر. گفتم اونجور من منافع سازمان در نظر نمیگیرم تو این مسائل. این بابا مسلمان شده، مجاهد شده، فرستادینش رفته، حالا به اسم مسیحی دارید میفرستینش. ببینی تا زمانی که زنده بود که از اون طرف بکشونش مجاهدش کنن، بعدش منتظرن که بمیره، چون که یه بار تبلیغاتی داره به عنوان مسیحی از یک ارتشی که ایدئولوژی اسلامی داره، یه مسیحی هم حالا خون داده، ببریم تبلیغش بکن. اصلا براشون اهمیت نداره این مسائل، یعنی با دروغگویی هم باز میخواستن که من گفتم نمیبرن. رفتن به فرمانده بالا گفتن اینجوری میگه، گفت نمیخواد ببره، ولش کن. گفتم اصلا من نمیرم کلیسا، نمیرم امسال. گفتن خود نبر و نبر. یعنی ببینید از هر چیزی میخوان سوء استفاده بکنن، از دین مردم، از خون مردم، از نمیدونم. این جریان فیلیپ اینجوری بود، یک پسر ورزیده ورزشکار خیلی هنرمندی هم بود، خیلی قشنگ رقص آسوده میکرد، که پدر و مادرش و خانواده‌اش هم اصلا نفهمیدن این بدبخت از تو اسارت چجوری گم شد و رفت، هیچ اطلاعی هم ندادن. تا 2 سال پیش من اتریش بودم توی وین، با یک آشوری برخورد کردم که وقتی گفتم من اسیر جنگی بودم، گفت که ما یه فیلیپ یوسفیه داشتیم، آشنامون بود، فامیلمون بود، هنوز پدر و مادرشون چشم انتظار این بدبخت، پدرش بکنم دق کرد مرد، مادرش. گفتم فیلیپ جریانش این بوده. آقای بعد... بله ببخشید آقای ترمادو. دوستان آقای کرمی میگه اگه آقای ترمادو اجازه میداد اسم آن نفر شورایی رو من میآوردم. زمنان آقای شکری میگه که یادش به خیر، فیلیپ و رامین مثل آب خوردن انداختنشون توی دهان گرگ، همه ظرف چند ساعت کشته شدن. باز آقای کرمی اضافه میکنه علتمون که از 12 نفر کسی برنگشت این بود که اطلاعات آنها را خود فرقه به رژیم داده بود که موقع برگشت در کمین افتادن و همه قتل عام شدن. این هم از جنایاتی بود که فرقه بر علیه افراد خودش انجام داد.
یه چیز جالب این دوست ما همشهری ما آقای اکبری نوشته بود: ای آقا شما چه انتظاری دارید از آقای کیه این مهدی ابریشمچی که به شما گفته بود وسایلت رو دم در بهت میدم؟ میگه که این کسیه که زنش رو داد به کسی دیگه. آخه برادر من، شما از مهدی ابریشمی چه انتظاری داری؟ طرف زن خودشو فرستاد حجله برای مرحوم، با مرحوم رجوی. یک دوستی داریم آقای سیاوش محمدی، در رابطه با نامه‌های شما و واتیکان پیشنهاد خوبی دارن. میگن شاید امکان داشته باشه که دبیرخانه واتیکان یک کپی از اون نامه‌ها رو داشته باشه. اینم اگه شما بخواید تماس بگیرید. و دوستان هم اینجا هستن، آقای حاجری، آقای موسا و من از یکایی که اینها ممنونم. آقای اسلامی میگن که در تعلیمات یا تألیفات فرقه رجوی که بیرون میگوید با آنچه دل فرقه زورگویی حاکم است. من متاسفانه متوجه این جمله نمیشم. بعد آقای پرویز حنا هم اینجا هستن که سلام میکنن، من هم بهشون سلام میکنم. تبلیغات این تعلیقات نمیدونم، آقای اسلامی لطف کنید اینو درست بنویسید تا من هم بتونم بخونم. البته صفحه اینجا خیلی کوچولوه و من هم دیگه هرچی آدم پیرتر میشه چشماش کمتر میبینه. آقای ترمادو بازم از شما ممنونیم. من باز ساکت میشم، اگر شما صحبتی دارید بفرمایید، چون قرار است امروز بعد از صحبتهای شما اون ویدیو رو پخش کنیم و دیدن ویدیو رو هم به دوستان پیشنهاد میکنم. من لینک این ویدیو رو زیر به اصطلاح در قسمت کامنت فیسبوک هم قرار میدم تا دوستان بتونن در هر موقعی دیگه هم که میخوان اون رو ببینن. آقای ترمادو من ساکت میشم و میکروفون در اختیار شماست، بفرمایید. من تشکر میکنم شما آقای صبحی و دیگر دوستانی که پای برنامه بودند و نوشتند. در اساس در کل حرف من خیلی وقت بود که میخواستم همین موضوعی رو که الان درش گفتگو کردیم یه فرصتی باشه و بیام بگم که خوشبختانه امروز مهیا شد و گفتیم. سازمان مجاهدین سازمانی است که تمام قوانینی رو که توی شورای ملی مقاومتش تصویب کرده، قوانین دموکراتیک، آزاداندیشانه، ولی خود تشکیلات از اون بالا تا پایینش غیر دموکراتیک و ضد آزادی هم. این ثابت شده به ما، این ثابت شده. چون ببینید توی قرارگاه اشرف کسی نمیتونست دو نفر با هم دیگه 5 دقیقه وایسن صحبت بکنن. آقا به این میگن دموکراسی، به این میگن آزاد. یه مهنتی هم تازه سرمون میذاشتن که از صبح تا شب، من صبح بعد از برنامه صبحگاه از ساعت 7 نه حالا بگیریم 8، یک نفس توی تعمیرگاه کار میکردم تا غروب. حتی ورزش هم، ساعت ورزش هم من نمیرفتم، چون اینقدر کارم زیاد بود ورزش هم نمیرفتم. ساعتی که اینا میرفتن برنامه میذاشتن برن مثلا بدوند یا فوتبال بازی کنند یا نمیدونم پینگ پونگ بازی کنند یا هر کاری، من ساعت ورزش هم نداشتم. حتی ساعت 8 شب کار میکردم، بعضی وقتا تا ساعت 4 صبح کار میکردم. اون وقت اونقدر که دیگه حالت تهوع از بیخوابی، حالت تهوع به هم دست میداد، ولی باز بهمون میگفتن شما مفت خورید، شما مفت خورید، شما دارید از خون شهدا دارید میمکید، شما مفت مفت اینجا راه میرید. ما نمیم دیگه 24 ساعت رو باید چجوری میکشیدیمش، بیشترش میکردیم که برای اینا بیشتر کار بکنی که باید چه کار میکردیم که ترمادو ببخشید من این سوال میکنم، چون توی این ویدیو یه قسمتی از سخنان مسعود رجوی رو در رابطه با اون فروغ جاویدان و گویا بعد از اون شکست افتضاحانه‌ای بود که اینها خورده بودن و آقایون رو محکوم میکرد که شما حواستون توی چیزای جنسی بوده، خانوما هم همینجور. ما ویدیوهای میبینیم از مریم رجوی که دستور آتش 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 ببخشید از مریم رجوی، مسعود رجوی کجا بود در اون حملات، اون چه کار انجام داد میدونید شما؟ من توی فروغ نبودم، قبلش
اسیر بودیم اون موقع، عملیات فروغ رو هم از تلویزیون نمیدونم، ولی این اگر اینها رو میداد دست مریم، برای اینکه مریم رو میخواست بزرگش کنه برای بعدش، این جریان آتش آتش فکر میکنم مال فروغ باشه و زمینه رو آماده میکرد که این خانم رو گندش بکنه برای بعد سال 68 که اون با عنوان مسئول اول معرفیش کرد، بعدم رئیس جمهور معرفیش کرد، میخواست توی از آن گندش بکنه. یه چیزی میخواستم بگم فراموش کردم، نمیدونم حالا به خاطرم اومد بهتون میگم. عرضم بزرگ اینه، دموکراتیک بودن سازمان مجاهدینه، تو تشکیلاتش دو نفر با هم دیگه نمیدونستن راحت صحبت بکنه، حتما باید سه نفر باشن که یکی جاسوسی بکنه. باور بکنید من اینی که میگم واقعیت من، یه روز دور هم دیگه تو سالن غذاخوری صبحانه بعد از صبحانه بود نشسته بودی، اون خواننده ای هست خانم فتانه تو آمریکا، بله ایشون یه ترانه خونده بود، من رادیو داشتم گوش می‌دادم، ترانه جدید خونده بود خیلی قشنگ. من به بچه‌ها گفتم که بچه‌ها فتانه یه ترانه خیلی توپ خونده، یک نفر از این فرمانده‌هاشون داشت از اینجا عبور می‌کرد، فتانه رو شنید. شب تو دشش و نشست بودیم، یهو بلند شد گفت که این فلانی، یعنی من، داشت پشت سر خواهر فتانه صحبت میکرد. اون مسئول نشست گفت چی میگفتی پشت سر خواهر فتانه؟ یه خواهر فتانه داشتیم تو آشپزخونه بود. اون فتانه پشت سر خواهر فتانه، گفتم ببخشید فتانه خواننده لس آنجلس کی شد خواهر شما؟ من سر اون صحبت میکردم. ای محفل میزدید فلان میکردید شروع شد. آقا چه دموکراسی، اینا اصلا مرزیه رو اینا با فریب آوردن، پا تونستن ازش سوء استفاده کردن. خوانندهی که 5 دهه روی سن احترام و عزتی برای خودش داشت رو نابودش کردن. البته که آثارش به یادگار خواهد موند چون تو موسیقی ایرانی خیلی خدمت کرده، منتها آبروش رو بردن به طوری که کسی اسمش رو نمیاره. بعد آقای رجبی وای میسه توی نشست دستاش رو میذاره کنارش، میگه کدوم مرزیه، کدوم امادران، کدوم منوچهر، من میخوام اینو ببرم برسونمش تهران. حالا به تهران رساندنش که برو تا بیام، ولی چرا از این هنرمندایی که این همه اسم و رسم داشتن سوء استفاده کردی؟ و بعدش هم در ظاهر در جلو چشم خودشون یه جور دیگه، در باطن میگه که تو نشست داخلی مجاهدین اونجور. خب اینا رو هر فردی که اونجا روبرو میشه زده میشه از اینا. آقای ترمادو از شما ممنونم. دوستمون نوشته که این ویدیوی آتش آتش مریم رجوی در ایران شده جوک. ضمناً آقای پرویز عنا میگه که یاد فیلیپ بخیر که فرقه میدونست اطلاعات این معبر لو رفته و منطقه سرخ است، آنها را فرستاد داخل و همه آن تیم را در کمینگاه قرار داد و همه کشته شدند. من هم از یکی از مسئولین پرسیدم که چرا بعد از شهادت فیلیپ اسمش را مجاهد نگذاشته اید، در جواب گفتند مسئله سیاسی است و رزمنده به نفع سازمان است و من دیگر بحثی نکردم. بازم از شما ممنون، بازم از شما تشکر میکنیم که وقتی که آزاد شدید بعد از این همه اسارت، هم به دست ارتش عراق هم به دست سازمان مجاهدین، نرفتید دنبال کار و زندگی و پول در آوردن و گفتید که وظیفه من هست که دیگران رو آگاه کنم. یکی از اونایی که آگاه شده خود من هستم که ویدیوهای اینها رو پخش میکردم موقعی که اینها در لیست به اصطلاح تروریستای آمریکا بودن و منم تو آمریکا هستم. من واقعا میگم فاصلم 30 کیلومتر تا وایت هاوس، فاصلم 30 کیلومتر تا اف بی آی و اینا، و خیلی ها من زنگ میزدن تهدید میکردن که تو آقا با این مجاهدین همکاری میکنی تروریست هستی. گفتم تا روزی که دولت آمریکا نیاد به من بگه اینا رو نمیتونی نشون بدی، من نشون میدم. و سر همون ماجراهای ویدیو نشون دادن اینها با دوستانی مثل شماها آشنا شدم،
چون شماها تماس گرفتید و گفتید که آقا ما هم جزء همین سازمان بودیم، بذارید ما بگیم داخل این سازمان چه خبره. از شما تشکر میکنم، امیدوارم هر روزتون بهتر از دیروز، فردا بهتر از امروز باشه و از این زندگی آزاد به نحو احسن استفاده کنید. بازم ممنون که خاطرات خودتون رو هرچند دردناک هست میاین و با ما در میون میذارید. ما برای اینکه به هر حال ببینید پاسیو نیستیم، از این بابت که این زندگی رو که ما از سر گذروندیم نمیخوایم کسی دیگه ای فریب بخوره و بره تو این مسیر. در ضمن بذارید همه رو بگیم، هرچی هست رو راست بگیم که آقا ملت ایران، جوانان ایران بدونن روبروشون کی هست، با چه کسی طرف. و هیچ وقت هم نمیخوایم که دروغ گفته باشیم یا یه چیز اضافی گفته باشیم. آن چیزی رو که دیدیم، و به نظر من همیشه خودم به خودم گفتم وقتی واقعیت ها هست یعنی خودش کافیه، این واقعیت هایی که ما دیدیم و بیان میکنیم این خودش کافیه. و منم از شما تشکر میکنم برای وقتی که در اختیارم گذاشتید آقای سعودی. خیلی ممنون، بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم. مرسی که با ما بودید. خواهش میکنم. دوستان عزیز، با آقای ادوارد ترمادو بودیم. ویدیوهای قبلی ایشون و این ویدیو در بایگانی کانون آوا و روی یوتیوب هست. اسم ایشون را اگر گوگل کنید، مقالهایی که نوشتن، ویدیوهایی که مصاحبه کردن، اونجا میتونید پیدا کنید. و اگر سوالی دارید یا نظری دارید درباره گفته‌های ایشون، میتونید مستقیما باهاشون تماس بگیرید. یکی از محاسن این برنامه این بود که از همون روز اول درست برخلاف تلویزیون مدار بسته مجاهدین که حتی خجالت میکشن اسم مجاهدین رو ببرن و به عنوان سیمای آزادی نشونش میدن، این بود که اینها جوابگو بودن، اینها خودشون رو مسئول گفته هاشون دونستن و همیشه هم دعوت کردن که اگه کسی مخالف هست یا فکر میکنه اینها دارن دروغ میگن، اونها بیان جلو. تا امروز بعد از 6 سال هنوز یک نفر حاضر نشده خودش رو اینجا نشون بده. خیلی ممنون آقای ترمادو و به امید دیدار شما در برنامه های آینده. آقای موسا میگه که آقای سوربی، مریم قجر در داخل مناسبات به ما میگفت شما نفس کشیدنتون را هم مدیون مسعود هستید. شما در قبال رهبری ظلم کردید، خون و نفس شما مال رهبری میباشد، هیچ چیزی برای خودتان قائل برای خودتان قائل نباشید. این است آزادی و دموکراسی فرقه. بعد آقای اسلامی میگن تبلیغاتی در تلویزیون خود میگوید از زمین تا آسمان فرق داره، در داخل خودشون زورگویی حاکم است. و آقای حنا میگه که آقای ادوارد ترمادو درست میگه، از همه دارن سوء استفاده میکنن. دوستان من از اینکه شما ممنونم که با ما بودید، بریم این فیلم رو هم ببینیم و اگر صحبتی سوالی دارید درباره این فیلم و به اصطلاح موضوعات دیگه، حتما با کانون آوا تماس بگیرید. اگر مشکلی بود در راه تماس گرفتن تو، میتونید از طریق تلویزیون مردم، تلفن تلویزیون مردم، از طریق این فیسبوک صفحه تلویزیون مردم و از طریق ایمیل آدرس با ما تماس بگیرید. روز روزگار بر شما خوش. برنامه ها رو پی میگیریم با تماشای این ویدیوی بسیار جالب.